وسوال بعدی مایی می باشد جناب مفتی صاحب محترم بزرگوار. در منطقه ما یک زنی هست که شوهرش با همی پدر همی زن گفای اموتو تو بالا شده که دلبد شده، خوابت شده، یعنی ناراحت شده. مثلا رفته است ایران، ایران رفته است دیگه نیامده، چند سال میشه، یعنی تقریبا 5-6 سال 7 سال میشه دیگه نیامده. و کسانی شاهدان عینی هست در قریه در منطقه که او را 2 سال پیش دیده است، 1 سال پیش دیده است، 4 سال پیش دیده است، شاهدان عینی هسته. و اینجا یک ملای پیدا شد که میگوید ما به مذهب حضرت امام مالک صاحب رحمت الله علیه همی فیصله را میکنیم که باز همی زن را به نکاح یک شخص دیگری در میاره. و این کار کردن، همی زن را به نکاح برادر همی شخصی که زنش بوده به برادرش در نکاح در آوردن. و هی همی را برای ما اگر بیان بدادید که همی شرایطی که در به مذهب حضرت امام مالک صاحب هست ای چطور شرایطی هسته؟ همونطور شرایطی هسته که 1 سال قبل یا 2 سال قبل مشاهدان عینی در قریه و مو شوهرش دیده است که زنده است، در ایران میگرده و ای را در نکاح شوهر دیگر در بیارد، باز حالی در نکاح شوهر دیگه او میاره، او یله میکنه باز به نکاح شوهر دیگه میاره، آیا گناه همی کار به گردن کی میافتد؟ اگر برای ما همی را کمی توضیح بدهید و پاسخ بدهید بسیار تشکر. پاسخ سوال شما بدین طور می باشد که اولا باید گفت بنده از اختلافات مذاهب چهارگانه تخصص دارم و با کمال تیقن بیان می نمایم که در ایچ یک از مذاهب اربعه چنین مسئلهی وجود ندارد که چون شوهر شخص زنده باشد بتواند که بدون طلاق دادنش با کس دیگری ازدواج بنماید، مگر اینکه شوهر زن او را طلاق بدهد، 3 طلاق داده شود و بعد از سپری شدن عده که از زن مطلقه اگر حامله باشد وضع حمل است و اگر حامله نباشد 3 قروء یعنی 3 حیض در آیت کریمه بیان شده است. پس از 3 طلاق و سپری شدن عده زن میتواند که با شخص دیگری نکاح بکند، اما قبل از آن اگر ازدواج نمود نکاح منعقد نمی شود. نشست و برخاست نمودن این 2 شخص با هم کاملا حرام است، چون که بیگانه می باشند و مباشرتشان زنا محسوب می شود. البته چنین مسئلهی در مذاهب اربعه وجود دارد و قول مفتابهی در مذهب احناف هم همین است که چون شوهر زن مفقود می گردد یعنی ردگم می شود، زن مراجعه بکند به محکمه شهری که در آن زندگی می کند، قاضی محکمه خط می فرستد به شهری که شوهر زن در آنجا مفقود شده است، مسئولین آن شهر جستجو می کنند، پس از آن که در نیافتند خط می فرستند به قاضی این شهر و قاضی حکم فسخ نکاح این 2 مرد و زن را صادر می کند. بعد از آن زن می تواند که با شخص دیگری نکاح بنماید، ولی در صورتی که مردم گواهی می دهند بر این که شوهر این زن را 1 یا 2 سال پیش در ایران دیده اند که زنده می باشد و حیات دارد، برایش هرگز درست نیست که با شخص دیگری ازدواج بنماید. و اگر چنین مسئلهی در مذهب امام مالک رحمت الله تعالی علیه وجود هم می داشت، باز هم بنده فتوا می دادم که برای یک حنفی مذهب هرگز درست نیست که بنابر قاعدهی که در مذاهب دیگر وجود دارد از روی خواهشات نفسانی عمل بکند و از مذهب خود خارج بشود. و در این هم هیچ تردیدی نیست که چون شخص علم نداشته باشد و فتوا بدهد گناه بر ذمه خودش خواهد بود، چنان که در حدیث مبارکه وارد می باشد. و همچنین اگر مردم بدانند که مفتی جاهل می باشد و از او فتوا بگیرند، مردم بدانچه که عمل می کنند گناهکار خواهند شد، چنان که جناب حضرت علامه ابن عابدین شامی حنفی متوفای سنه 1252 هجری قمری در کتابشان به نام عقود رسم المفتی تذکر داده اند.